خب ما امسال به جهت کنترل تردد ها با توجه به پیش بینی 36% که در واقع متصور هستن تردد ها و سفر هایی که ما هموطنان عزیزم در نوروز انجام میدن، پیش بینی های لازم انجام شده، استفاده از سامانی ها، استفاده از بودگی ها و استفاده از جایرو پلن و بالگرد و یکی از ظرفیت هایی هم که در واقع پیش بینی شده پهپادهای پلیس هستش، به خصوص برای استانها و مسیرهای طولانی مثل فارس که گستردگی و پهناوری خاصی خودش رو داره یا کرمان شمال جنوب ما هستش که در واقع پهناوری در اون حوزه فعالیت میکنه، چون بیشترین تصادفاتمون هم در استانهایی هست که مسافتهای طولانی دارن. پهپادهای ما در کرمان تا بندرعباس تا در واقع بوشهر تو حرکت از 900 پایداری داره در آسمان و به صورت شبانه روز قابل استفاده هست و پرواز میکنه. اون چی که در واقع هماهنگ شده همکاران ما در دیسپچینگ ها و در مرکز کنترل پهپادها مستقر هستن، گزارشات از اونجا دریافت میکنن، با تصویری که از پهپاد دریافت میکنن بلا فاصله اطلاعاتشون به افسرهای تو مسیر داده میشه. افسران تو مسیر اگر لازم باشه اعمال جریمه، اگر لازم باشه توقف وسیله و اگر راننده پرخطری باشه که سابقه خوبی پیش ما نداشته باشه، مونس راننده نقطه منفی و جزء اون 5% ما باشه، حتما توقیفایی براش بر اساس مقررات پیش بینی شده. از ظرفیت های سیستم ها سامانه ها به طور خوب استفاده شده. بعضی از نقاط کشور به جهت اینکه پهپادهای ما در واقع سطح ارتفاعشون بالا هستش، به جهت کریدورهای پروازی به جهت رعایت علاوه جان مسافران ازشون استفاده نشده و بیشتر محورهایی که در اون موزه ها در واقع هستش که قابل بهره برداری است ان شاء الله اتفاق میفته. ان شاء الله در سال آینده از پهپادهای در واقع با ارتفاع کممون استفاده خواهیم کرد که بتونیم محورهای شمالی و مرکزی کشورم تحت پوشش پهپادی قرار بدیم.